بررسی های انجام شده توسط خبرنگاران انگلیسی نشان می آمار مهاجرت با قایق های کوچک به این کشور رکورد زده است. در همین حال رسانه های بریتانیایی از قول وزارت دفاع این کشور اعلام کرد شمار پناهجویانی که خود را با قایق های کوچک به این کشور می رسانند به بالاترین سطح خود رسیده است. همکارم خانم ماده خاموش گزارش می دهد. وزارت دفاع بریتانیا با صدور اطلاعی رسمی آمار مهاجرت با به این کشور را رسما اعلام کرد در اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا گفته شده تنها در روز دوشنبه 22 آگوست 2022 1295 پناهجو که قصد داشتند با 27 قایق از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شوند شناسایی شدند در سال گذشته میلادی بیش از هزار پناهجو تلاش کردند که از طریق کانال مانش وارد خاک بریتانیا شوند کانال مانش آبراه یک مرزی میان دو خاک انگلستان و فرانسه است و عموما پناهجویان با استفاده از عدم کنترل مرزهای اروپایی متحد وارد فرانسه و سپس از آنجا با قایقهای کوچک عازم انگلستان میشوند اتباع ایران و سپس عراق اریتره و سوریه بیشترین تعداد این دسته از پناهجویان را تشکیل میدادند در سال جاری 22 هزار پناهجو وارد بریتانیا شدند و انتظار می رود تا پایان سال این رقم به 60 هزار نفر برسد. بوریس جانسون سیاست انتقال پناهجویان مرد و مجرد به کشور آفریقایی رواندا را در هیئت دولت به تصویب رسانده است ولی نهادهای حقوق بشری با شکایت قانونی از دولت تاکنون مانع اجرای این مصوبه شدند. اند. است بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی دام و زلو در یکی از سخنرانی های خود فرمودند فساد اداری، زن و استبداد حکومت ها منجر به محرومیت، فقر و مهاجرت اجباری فرزندان ملت های مظلومی شود و این امر برای حکومت ها غضب و خشم خدا و نابودی و به آتش کشیده شدن تاریخ حکومت ها به دست خودشان و نابودیشان را به ارمغان می آورد. و در آخر امر بیشک عاقبت امر به دست مظلومین خواهد افتاد. مایده خاموش اخبار شیعه